با درود به همگی شما عزیزان، میدونین که با سرد شدن هوا گلو درد، خارش گلو و چرک گلو هم تو بیشتر افراد پیدا میشه. من امروز با دو تا رسیپی اومدم که تاثیر بسزایی توی از بین بردن گلو درد و چرک گلو دارن. این دو تا رسیپی، یکیش دمنوشه، دیگری هم معجون هستش که هر دوتاشو امروز بهتون آموزش میدم. موادش هم که همینطوری که اینجا میبینین تو هر خونه پیدا میشه. اول با دمنوش شروع میکنم. این سیرها رو میذارم کنار. برای دمنوش شما احتیاج به نعنا خشک دارین، یه قاشق چای خوری، نصف یه لیمو ترش و یه قاشق هم عسل. من یه قاشق چای خوری، یه قاشق پر چای خوری نعنا خوش می‌ریزم توی یه لیوان. آب جوش می‌ریزم روش. درشو می‌بندم و می‌ذارم حدود 2 تا 5 دقیقه این دم بکشه. در این فاصله من آب لیمو رو می‌گیرم. نصف لیمو برای یه لیوان کافی هستش. و آبش رو توی یه لیوان دیگه می‌ریزم. به این صورت یه قاشق هم عسل بهش اضافه می‌کنم. من اینو می‌ذارم کنار تا دمنوش من دم بکشه. همینطور که می‌بینی ذرات نعنا یواش یواش دارن به ته ظرف تهنشین میشن. وقتی که همش تهنشین شد دیگه این دم کشیده. الان این دم کشیده، من اینو از صافی ردش میکنم. همه مواد رو با هم قاطی میکنم. این دمنوش رو میتونین روزی 3 دفعه زمانی که گلو درد دارین ازش استفاده کنین. و رسیپی دوممون معجون سیر و عسل هستش. همینطوری که بیشتر شماها میدونین سیر و عسل خاصیت آنتیبیوتیکی داره و برای چرک گلو بسیار مؤثر هستش. برای درست کردن این معجون 1 تا 3 عدد سیر رو پوست میکنیم و به مدت 3 دقیقه تو کمی آب میجوشونیم. من این 3 حبه سیر رو به مدت 3 دقیقه میپزم الان. بعد این سیرا رو با یه چنگال موس کنید. و حدود 1 تا 2 قاشق چایخوری هم عسل بهش اضافه کنید و دوباره اینو قاطی کنیم با هم دیگه. این معجون سیر و عسل خاصیت آنتیبیوتیکی داره و تاثیر بسیار زیادی داره زمانی که شما اینو مصرف کنین و بدنتون چرک داشته باشه. امیدوارم که از این ویدیوها خوشتون اومده باشه. تا روز دیگه، بدرود.